هواپیمایی در لندن، فراخوان به دولت انگلستان برای تغییر سیاست استمالت در قبال تهران. سناتور جان کورنی: فشار حداکثری علیه رژیم ایران شایسته حمایت است. کشف ده‌ها گذرگاه و تونل قاچاق سلاح حزب الله لبنان. ایلاف لندن نوشت: روز شنبه پارلمانترها و حقوقدانان انگلیسی در جریان تظاهرات گسترده ایرانیان مقیم خارج کشور در لندن، کشورشان را به دست برداشتن از سیاست استمالت در قبال جنایت‌ها و اقدامات تروریستی رژیم تهران فراخواندند. مریم رجبی طی پیامی به این تظاهرات از انگلستان و کشورهای اروپایی خواستار گنجاندن نام خامنه‌ای و روحانی در لیست تروریستی و اتخاذ موضعی قاطع در قبال اقدامات سرکوبگرانه آخوندها در داخل کشور و اعمال تروریستی خارجی آنها شد. شرکت کنندگان در تظاهرات لندن حمایت خود را از اعتصاب‌ها و اعتراضات مستمر مردمی در ایران برای تغییر رژیم ابراز داشتند. عرب نیوز در لندن نوشت: راجر گاتسیف نماینده حزب کارگر در تظاهرات ایرانیان در لندن گفت: امیدوارم دولت انگلستان به متحدان آمریکایی ما در برداشتن گام‌های مشابه علیه ایران بپیوندد. سناتور جمهوری‌خواه جان کورنین، عضو کمیته قضایی و اطلاعات سنای آمریکا، در مطلبی که در روزنامه واشنگتن تایمز به چاپ رسانده نوشته است: دولت رژیم ایران یک نفوذ منطقه‌ای بی‌ثبات کننده و خطرناک دارد. این رژیم مردم را سرکوب می‌کند و آنها را در معرض سوء استفاده انسانی قرار می‌دهد. سناتور جان کورنین افزوده است: رژیم ایران به عنوان بزرگترین حامی ترور، سازمان‌های تروریستی را که جنگ افروزی می‌کنند و چند دهه است ثبات منطقه را تضعیف می‌کنند، تأمین مالی می‌نماید. سناتور کورنین افزود: من می‌خواهم همان پیام پومپئو وزیر خارجه را تکرار کنم. پیامی به مردم ایران دارم. آمریکا شما را می‌شنود و از شما حمایت می‌کند. آمریکا با شماست. من بر این اعتقادم که بایستی از استراتژی فشار حداکثری حمایت کرد. من مفتخرم که در حمایت از یک ایران آزاد بایستم. الاجتماع السنوي للمقاومه الايرانيه امتد لخمسه ايام في اشرف ثلاثه. دکتر انور مالک در مصاحبه با تلویزیون سعودی درباره گرد همایی مقاومت ایران در اشرف سه از جمله گفت: مقاومت ایران تصمیم گرفت گرد همایی سال 2019 را در اشرف سوم برگزار کند. اشرف سه در واقع یک شهر است که طی یک دوره کوتاه و به شیوهی سازمان یافته ساخته شد. کسی نمیتواند میزان سازماندهی که اشرف سه از آن برخوردار میباشد را تصور نماید. وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که اپوزیسیون ایران درهای کشورهای جهان را به منظور محکوم کردن نقص‌های خطرناک انجام شده در ایران توسط رژیم آخوندی و شکست سخت آن در مدیریت کشور که تأثیر منفی بر اقتصاد آن دارد زده است. منابع امنیتی لبنانی گزارش دادند نیروهای امنیتی لبنان ده‌ها گذرگاه قاچاق در مرز سوریه و لبنان را که معمولاً توسط حزب الله و یا مافیاهای وابسته به آن اداره می‌شوند کشف کردند. شبه نظامیان از این تونل‌ها برای انتقال سلاح و مهمات وارد شده از ایران از طریق سوریه به خاک لبنان استفاده می‌کنند. این تونل‌ها با نظارت سپاه پاسداران رژیم ایران احداث شده است. ظهر روز شنبه یک جوان 26 ساله به نام مصطفی قلمشیری بر اثر برخورد با یک مین دچار قطعی عضو از ناحیه مچ پا شد. این حادثه در منطقه سیاحی اهواز به وقوع پیوست. همه ساله مین‌های برجای مانده از دوران جنگ رژیم آخوندی با عراق موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می‌شود.